افزایش ناامنی و شیوع ویروس کرونا بیشترین صدمه را بر صنعت گردشگری در هرات 9 ماه سال مالی گذشته زده است. مسئولان آمریت گردشگری هرات میگویند که در 3 ماه اول سال جاری میزان گردشگران خارجی و داخلی به صفر تقرب یافته. از سوی هم شماری از شهروندان کشور که برای بازدید به قلعه اختیار الدین هرات آمدند، برقراری صلح در کشور را یگانه آرزویشان عنوان کرده و ابراز امیدواری می کنند تا پس از تأمین صلح تمامی جاذبه‌های دیدنی کشور را دیدن نمایند. همکارم احمد فهیم فرجام با گزارش در این مورد. صنعت گردشگری به عنوان متنوع‌ترین و بزرگترین صنعت جهان از مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. افغانستان و به ویژه هرات که بیشترین و دیدنی‌ترین جاذبه‌ها را برای دیدن در منطقه دارد، در صورت مساعد شدن اوضاع کشور می‌تواند سالانه میلیون‌ها افغانی از این درک به عواید ملی وارد کند. اما ناامنی اصلی‌ترین چالش فراراه این صنعت در کشور به شمار می‌رود. در این میان در سال جاری نه تنها افزایش ناامنی‌ها، بلکه شیوع ویروس کرونا نیز بر وضعیت گردشگری هرات تأثیر منفی داشته است و به گفته مسئولان آمریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ، حتی در 3 ماه اول سال جاری شمار بازدید کنندگان داخلی و خارجی از جاذبه های تاریخی به صفر رسیده بود. اگر به شکل مقطعی محاسبه کنیم، در 3 ماه الی 4 ماه تقریبا 100% ما کاهش توریست داشتیم، اما در مجموع 9 ماه اگر حساب کنیم تقریبا 40% ما کاهش ورود گردشگران در سطح ولایت هرات داشتیم. متاسفانه نسبت به سال قبل از لحاظ گردشگرای خارجی ما حدود 70% تنزیل داشتیم، یعنی نسبت به سال قبل ممکنه که 70% بگیم کمتر بازدید کننده بوده. بر اساس آمار آمریت گردشگری هرات، در 9 ماه سال جاری مالی در مجموع نزدیک به 8000 گردشگر داخلی و خارجی از این ولایت دیدن کردند که تنها 85 نفر آن خارجی بودند و این رقم 40% کاهش را در شمار گردشگران نسبت به سال پار نشان می‌دهد. قلعه اختیار الدین یا همان حرگ هرات که یکی از بزرگترین شهکارهای تاریخی در منطقه به حساب می‌آید، از شروع سال جاری تا کنون میزبان حضور خیلی کم گردشگران بوده است. سال 97 ما در حدود 28000 بازدید کننده را از قلعه اختیار الدین داشتیم. سال 97 و سال 98 تقریبا چیزی در حدود 30000 بازدید کننده داشتیم. اما امسال چون همون 3-4 ماهی که محدودیت‌ها و قرنطینه و این چیزا، فکر می‌کنم که در حدود 4 ماه ما کاهش بازدید کننده رو داشتیم، اما این رقم و این روزایی که ما بازدید کننده میان از قلعه دیدن میکنن خوشبینی های در راه هست. محدود بازدید کنندگانی هم که برای دیدن از قلعه اختیار الدین آمدند، ناامنی و وضعیت شکننده اقتصادی در کشور را مهمترین چالش صد در راه گردشگری عنوان کرده و برای دیدن جاذبه های دیدنی و تاریخی کشورشان به فردای پس از صلح چشم دختن. ما خو تقریبا 18-19 سال سند ما میشه از طفولیت اسم صلح شنیدیم، ولی از نزدیک ندیدیم. گاهی وقت کشورهای همسایر میبینیم یا سفر میریم، امنیت میبینیم، صلح میبینیم. واقعا روز 100000 بار آدم افسوس میخوره که ای کاش وطن ما هم صلح میبود. خود من دوست دارم به سمنگان برم، به هلمند برم، قلعه بست ببینم و یا هم بعضی از مکانهای دیدنی غیر از باستانی، مثلا نورستان بهترین جای برای بازدید و برای توریستیه. ما 40 سال در جنگ بودیم، ما خسته شدیم. از امروز هر افغان آرزو داره که یک صلح پایدار در افغانستان ایجاد شود تا اونها بتونه به تمام نقاط افغانستان به هر جایی که دلشان با خیال راحت بره بگرده. هرات با داشتن 870 آبده تاریخی بیشترین جاذبه های دیدنی را دارست. با این حال برخی فعالان فرهنگی تاکید بر توجه بیشتر دولت برای رشد صنعت گردشگری در این ولایت دارند. حالا دقیقا اگر گردشگر خارجی به هرات نمیایه به دلایل امنیتی، همون گردشگرهای داخلی که میتونن بیاین، یعنی از سایر ولایات، و این هم خود از میتونه که هم عواید خاصی برای دولت داشته باشه از متکتی که میفروشن، و هم میتونه که برای شهروندان و برای کسایی که در ولایت هرات بود و باش دارن، برای از اینم یک منبع عایداتی خوب باشه. متاسفانه که دولت نتونسته اینار اینمی امر اینمی خواستی و که خواستی بوده در این خواست خود موفق شد. بر بنیاد معلومات ارائه شده
مسئولان آمریت گردشگری هرات با وجود تهدید کرونا و افزایش ناامنی ها بان هم عواید آنان از ترک صنعت گردشگری از شروع سال مالی تا کنون به 2 میلیون افغانی میرسد.